گفتگو میکنیم با علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل از فرانکفورت آلمان. آقای صدرزاده، صدر اعظم آلمان اولاف شولتز وعده داده که اتحادیه اروپا در جهت حمایت از معترضان ایرانی با بسته های تحریمی جدید فشار بیشتری بر سپاه پاسداران و مقامات حکومتی ایران وارد خواهد کرد. در بین کشورهای اروپایی آلمان بسیار فعال بوده در واکنش نشان دادن به سرکوب معترضان در دو ماه اخیر. با این نکته شروع کنیم که چه اتفاقی باعث شده تا این کشور موضع شدیدتری رو در قبال اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی اتخاذ کنه؟ دو دلیل عمده داره. یکی دلیلش در درون خود دولت آلمان باید جستجو کرد. دلیل دومش هم دلیل سیاست خارجی شده. دلیل اول این است که بعد از تشکیل دولت ائتلافی در آلمان، یعنی حزب سبزها و حزب سوسیال دموکراتی و حزب دموکرات آزاد، خانم آنالینا بیربوک شده وزیر امور خارجه. دختر جوانی است، 25-26 ساله، و قبل از اینکه اصولا وزیر امور خارجه بشه اعلام کرده بود که من میخوام یک سیاست خارجی فمینیستی به اصطلاح به کار ببرم. و در حقیقت سنت سبزها، سنت همیشه مبارزه با به اصطلاح مسائل غیر انسانی و مبارزه علیه کشورهای دیکتاتوری و غیره. یک دلیل دیگه هم داره که توی این ائتلافی که در آلمان تشکیل شده و الان داره آلمان رو اداره میکنه، دو تا ایرانی هستن که در حقیقت نقش تعیین کننده دارن در دولت آلمان. آقای امید نوریپور رئیس حزب سبز هاست که یکی از احزاب ائتلافی هست و اون هم موضع بسیار شدیدی داره نسبت به ایران. دیگری آقای بیژن جیرسرایی، ایشون مدیر کل یا دبیر کل حزب دموکرات آزاد هست، یکی از احزاب دیگه که در این ائتلاف شرکت دارد. مجموعه این داستان باعث شد که قبل از اینکه امروز آقای شولتز صحبت بکنه، اون دو تا حزب دیگه، یعنی حزب سبزها و حزب دموکرات آزاد، موضع بسیار سختی علیه جمهوری اسلامی گرفتن و در حقیقت آقای شولتز در درون دولت آلمان مورد فشار قرار داد که تو هم بایستی موضع شدیدی بگیری. و این موضعی رو که امروز اتخاذ کرده شدیدترین موضعی است که تا به حال دولت آلمان در علیه جمهوری اسلامی گرفته. در طول این 40 سال گذشته 2.5 دقیقه در یک پادکستی هست که اگر شما ببینید ایشون صحبت کرده و مسائل بسیار مهمی رو در مورد ایران گفته. اینکه گفته ما نخواهیم گذاشت اینا به بمب اتمی برسن. اینکه پاسخ داده به امیر عبداللهیان، گفته که شما چه کشوری هستید که مردمان خودتون رو میکشید، و بعد هم خیلی صراحتا اعلام کرد که من در کنار مردان و زنان ایرانی هستم که دارن مبارزه میکنن و من باید از شجاعتشون یاد بگیرم. این موضع خیلی موضع سرسختی بود. اما دلیل دومی که گفتم دلیل جنگ اوکراینه. آلمان یکی از کشورهایی است که بسیار بیشتر از همه کشورهای اروپایی به نحوی در جنگ اوکراین سهیم هست، یا اینکه معتقد هست که پوتین نباید در اوکراین ببره. و همین اسلحه هایی رو که آلمان به اوکراین میده، تعداد مهاجرینی که از اوکراین به آلمان اومدن، خلاص موضع سرسخت تمام نیروهای سیاسی آلمان، میشه گفت طبقه سیاسی آلمان در مورد اوکراین خیلی سخت است. و تحریم هایی که آقای صدرزاده وعده داد، آقای شولتز، و همچنین درخواست دو کشور آلمان و ایسلند برای بررسی وضعیت ایران در شورای حقوق بشر سازمان ملل، این تحریم ها، این درخواست برای بررسی ویژه موضوع سرکوب ها و نقض حقوق بشر، چه تفاوتی به نظرتون با سایر اقدامات اینچنینی در گذشته دارن و تا چه اندازه میتونن محدود کننده اقدامات ضد حقوق بشری جمهوری اسلامی باشن؟ بسیار بسیار. شون اعلام کردن که حتی ما ممکن است که سپاه پاسداران رو در لیست تروریستی بگذاریم. ما میخوایم ایران رو اصولا از شورای حقوق بشر سازمان ملل اخراج بکنیم. بعد یه لیست دادن از اسامی که اینها نمیتونن به آلمان بیان، و آلمان برای به اصطلاح کسانی که با ایران تجارت میکردن سابقا یک حد نصابی از تضمین اقتصادی میداد که اگر سرمایتون در اونجا به خطر بیفته، دولت آلمان ضمانت میکرد که ما نمیذاریم که تا این حد به اصطلاح تا این اندازه ما تضمین میکنیم به اصطلاح باخت هاتون رو یا ضرر هاتون در ایران. اون رو هم برداشتن. یعنی
در حقیقت اگر کسی هم بخواهد رابطه تجاری با ایران برقرار کنه، تمام ریسک های این به عهده خود اون شرکت هست و دولت آلمان ازش پشتیبانی نمی‌کنه. من فقط می‌خواستم یک چیز دیگری بگم، بگم که این پهپادهایی که ایران به اوکراین فرستاد و از نزدیک آلمانی‌ها و دولت آلمان دید که این وضعی که الان ما در اوکراین داریم، یعنی شب‌ها برق نیست، آب از بین رفته، در اثر حملات این پهپادی به تأسیسات آب و برق اوکراین بوده که اوکراین رو به خاموشی برده و این رو خیلی حساس کردند آلمانی‌ها در مورد اینکه ایران به این وضع در کنار پوتین ایستاده و این هم نقش بسیار مهمی داشته در تشدید موضع آلمان در علیه ایران. بسیار سپاسگزارم ازتون علی صدرزاده، تحلیلگر روابط بین الملل، از اینکه با ما همراه بودید.